به نام خداوند جان و خرد که زین برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، درود به شما ایرانیان در تمام نقاط دنیا. چند ساعت پیش سال 1388 یزدگردی، اسلامی، هجری، هرچی اسمشو میخواییم بذاریم شروع شد. این تقویم که برای من اومده 3747 زرتشتیه، 2568 شاهنشاهیه، 1388 خورشیدیه. و خب همه اینا هست دیگه. ما قومی هستیم که به خاطر سابقه تاریخی زیاد، به خاطر یورش از چپ و راست به کشور ما، به خاطر اینکه سرزمینی داشتیم که طمع مردمان به اون زیاد بود، به خصوص تازیان که فکر میکردن بهشت خدا همونجاست، اینی که تاریخ‌های مختلفی داریم. شما هر کدومش رو میخواید قبول کنید، من مثل همه کارام هیچ اصراری ندارم که شما کدومش رو قبول بکنید. من تعصبیم ندارم. این رو میدونم که امروز در اونجایی که شما زندگی میکنید، در این جایی که من زندگی میکنم، به افق تهران تحویل آفتاب به برج حمل حدود 4 ساعت پیش بود و مطابق رسمی که ما در ایران داریم، فردا روز شنبه روز اول ساله، ولی از این ساعت، یعنی از همین 3-4 ساعت پیش، مراسم نوروزی سال تحویل انجام شده، به دیدار بزرگترها رفتن و منتظر روز اول سال نشدن، به دیدار پدران، مادران، پدر بزرگان، مادر بزرگان رفتند. و اما نیایش نوروزی که من هر روز در این 3 روز گذشته راجع بهش صحبت کردم، باز هم میگم نیایش نوروزی به زبان پارسی تا نوای 7 سرنا در گلستان جاندمید، خواب دیرین شد ز چشمان زمستان ناپدید. روزگارا، روزگارا 7 سرنا را به گوش جان نواز، چشم را بیدار دار و سینه ها را پر امید. این نیایش نوروزی من و شما باید باشه، نه یا مقلب القلوب و الابصار که ابصارمون رو یا افسارمون رو بدیم دست آخوند. البته این بازی با کلمات که من میکنم معانیشو میفهمم، یهو تلفن نکنین بگین ابصار یعنی چشم، افسار یعنی دهنه، میدونم اینا رو، ولی مخصوصا با این کلمات بازی میکنم. روزگارا گلشن نوروز را پربار کن، شهد پیروزی به کام مرد و زن بسیار کن. ابر را جان بخش ساز و ماه را آیینه دار، بددلان را دور، با ما نیکوان را یار کن. روزگارا تازه شد هستی در آغاز بهار، جشن جمشید جهانبین یا چشم من ضعیف شده یا این خیلی ریز نوشته. روزگارا تازه شد هستی در آغاز بهار،
جشن جمشید جهانبین را جهان آرا بدار، مهر افزون کن درون سینه ها در سال نو، فر شادی را به جام زندگی از نو بیار، روزگارا جشن ما را نو به نو جاوید ساز، سینه را پر مهتر از سینه جمشید ساز، رنج را آسان بنه بر مردم برگشته بخت، چشم نیکو مردمان را دیده خورشید ساز. و باز تکرار میکنم از محمود آناهید که این رو برام فرستاده، بسیار سپاسگزارم. علت این که پیشتر آمد برنامه رو امروز عوض کردم به دلیل اینکه با بردن اسمهای کثیفی مثل آخوندها من نمیخوام روز عید شما رو خراب بکنم، چون روز عید روز شادی است، روز بردن نام شیاطین نیست، روی زه بردن نام دزدان و قاتلان و قبادان نیست. اینی که من کاری به اونها ندارم، امروز برنامه یه مقدار متفاوت درباره فرض کنید درخت غنچه برآورد و بلبلان مستند، جهان جوان شد و یاران به عیش بنشستند، این چیزا میخوام صحبت کنم. البته این دو سه روزی که برنامه رو عوض کردم، امروز روز سومشه، اعتراضات زیادی شده، حتی یه بانوی از فکر کنم دنمارک زنگ زدن و توپ و تشر، من نمیشناسم اصلا، که ایشونم منو نمیشناسه، چون بعضی وقتا که مردم حرف میزنن من میبینم نشونهای غلط میدن، برنامه منو ندیده، میخواد یه حرفی بزنه که آقا شما با این شعرها نمیتونی ایران رو نجات بدی. من کیه ادعا کردم که برای نجات ایران اومدم؟ من برای اصلاح مغزهایی مثل مغز شما اومدم خانم، که فکر کنید و الا هیچ، اگرم نمیخواید نکنید، اصلا من گرفتاری با اینا ندارم، اما یه تفاوتی باید باشه برای روز نوروز و روزهای دیگه. نوروز به خدمت تاریخه، هیچ کسی نمیدونه نوروز از کی شروع شده. در منطقه‌ای که ما زندگی میکنیم در دو زمان مسئله خیلی مهم بوده، یکی آزاد شدن از دست برف و بوران و زمستان، به خصوص در دورانهای گذشته که این وسائل نبوده، و به خصوص اگر نوروز مال آریایی ها باشه که من حتما شک دارم توش، نمیدونم مال سرزمین ایران یا آریایی ها بودن، اونها در سرزمین سردتری زندگی میکردند. یکی هم جشن مهرگان بوده که بزرگترین جشن سال بوده به دلیل اینکه محصولاتشون رو جمع آوری میکردن. مردم بعد از اینکه شهر نشین شدند، یعنی از کوچ خلاص شدند، اولش مردم، البته من کاری به تورات ندارم، اون کتاب مقدس و کتاب قرآن مقدس تو آسمون چاپ شده، پرتش کردم رو زمین، کاری به اینا ندارم توش چی نوشته، باهاشم دعوا ندارم که راسته یا دروغه، هر کسی میخواد باور کنه راسته، هر کسی میخواد فکر کنه دروغه. من کارم با دانش، با علم بشر، روزی که دنبال حیوانات میدوید و یاد گرفت شکار دست جمعی بهتر از شکار تکیه،
سعی کرد دور هم یه جا زندگی بکنه. آتش رو پیدا کرد، همینجور اومد جلو، اومد جلو، اومد جلو، تا به جای رسید که در دو نقطه دنیا، یکی دلتای نیل و یکی اونجا که دجله و فرات، این پرانتز رو شروع میکنند و هر سال موسمی اینها طغیان داشتند. وقتی میگم طغیان داشتند، یعنی زمینهای اطراف رو آب میگرفت. این زمینها رو وقتی آب میگرفت، تخمهایی که در طبیعت بود در اینجا پرورش پیدا میکرد و بشر یواش یواش دید اینجا خوراکیه و اومد اینجا جمع شد و یاد گرفت این تخما رو خودش بپراکنه و غذا درست بکنه، شکمش رو سیر بکنه. معمولا آخر تابستان موقع جمع کردن این محصولات بود و اون وقت بود که اینا جشن میگرفتن، شادی میکردند. بعدش هم زمستان میرسید، مثل خرس قطبی میرفتن یه جا، چون وسیله نداشتن توی برف و بوران و طوفان برن جنگ بکنن. اون زمانی که مجبور بودن توی برف برن شکار بکنن گذشته بود، حالا آذوقه‌شون رو میذاشتن برای روزی که لازمه. اون وقت این دو زمان رو جشن میگرفتند. اینه که کسی نمیدونه تاریخ نوروز از کجا شروع میشه، ولی خب فرض کنید فردوسی بزرگ میگه که جمشید که نامش جم بود و سوار تختی شد که چهار عقابون رو بلند کردن، در پرتو آفتاب لباس طلایی این شروع کرد درخشیدن. شید به معنای نوره و اسم این آقا رو گذاشتن جمشید و اون روز رو روز نو خواندند. به جمشید بر آفرین خواندن، یا هم چیزی الان یادم نیست، مطالعه هم نکردم که امروز بیام برای شما بگم. امروز اونایی که باور دارم براتون میگم، اونایی که از تو کتاب ها یادم مونده براتون میگم، اون چیزی که خودم باور میکنم میگم. نوروز قبل از تاریخ به وجود اومده و این شیاطین اگه میگن چهارشنبه سوری رو از بین میبریم، نوروز از بین میبریم، مزخرف میگن. چهارشنبه سوری در مقابله با تازیان به وجود اومده. شما وقتی در عهد ساسانیان میرین چهارشنبه سوری نمیبینید، مراسم نوروز رو میبینید. تاریخ اشکانیانی که میخونید نوروز رو میبینید، چهارشنبه سوری رو نمیبینید. همینطور قبل از اون هخامنشیان، چهارشنبه سوری در عصر مأمون و با داستان به این صورت بوده که باور مردم این سرزمین این بوده که سال 360 روزه و 5 روزه که بعد عربا گفتن مسروقه دزدیده هست. این 5 روز روزیست که ارواح اون چیزهایی که از قدیم تو مغز ما کرده بودن و مردم فکر میکردن هر کسی مرد روحش میره یه جا وای میسه و بعد توی این 5 روز میاد به ملاقات زمین و وقتی میبینه خونه ها مرتبه و همه چیز تمیزه، اینا رو خوششون میامده. اعراب و تازیان به خصوص که در صدر اسلام بودند، چهار شنبه رو روز نحس میدونستند و ایرانی ها میان میگن نه آقا، چهار شنبه روز نحسی نیست، روز سوره، روز شادیه، روز سرخه. برنامه من برنامه نیست که راجع به تاریخ و جشن های ایرانی صحبت بکنم، ولی همین یک مختصر رو برای جوانانی که این اطلاعات در دسترسشون نیست میگم که اگر بخوان به دنبالش برن، کتابهایی هست، کتابی هست به نام جشنهای ایرانی
یک بانوی نوشتن، کتاب بسیار خوبیه. من مدت‌ها داشتم، الانم نمیدونم تو بازار هست یا نه، ولی کتاب بسیار خوبیه. موقعی که ناپاکان یا به قول خودشون نجسان میان زمام امور رو در دست میگیرند و دیوها فرمان روا میشن، این شعر میاد که دیو اگر سوم اداری کندن در ملکوت، همچو ابلیس همان طاعت مازی دارد. یعنی فرض کنید این رفسنجانی از بچگیش خراب بوده، دو ناطق نوری گوسال دزد بوده، حالا دستش میرسه بیشتر میدزده. احمدی نژاد وقتی تو خونه باباش نمام حلبی سازی بوده، آهنگری بوده، چکش میزده، یه چیزی از اونجا میدزیده. حالا اومده تو شهرداری 380 میلیارد دلار میدزده. دیو اگر سوم اداری کندن در ملکوت، همچو ابلیس همون طاعت مازی دارد. ناکس است آن که به دراعه و دستار کسی است. اونی که عبا عمامه میذاره اون فکر میکنه کسیه، اون ناکسه. دزد دزد است اگر جامعه قاضی دارد. برید نگاه کنید به این یارو عراقیه که اومده، برید نگاه کنید به همین همه ی آخوندها. این لباسی که تن آخوندها هست قاضی القضات هارون اومد این لباس رو اختراع کرد. محمد و علی و نمم اماما از این لباس ها تنشون نبود. اینا که عمامه سر علی میبندن میذارن مزخرف میگن. اینا تاریخ رو وارونه به شما جلوه میدن. میان عکس تام کروز رو میذارن، یه عمامه هم دور سرش میبندن، میگن علی شاه مردان شوهر بیوه زنانه. نه، این علی نیست. عکس علی همونی که من بارها و بارها بهتون نشون دادم و تو موزه لندن هم هست. یه چیزیه مثل لولو، یه خورده از لولو بدتر. این قاضی القضات هارون میاد میگه ما طبقه خواص با طبقه عوام باید شناخته شده بشیم. این لباس رو درست میکنه و میگه خواص و دانشمندان و کسانی که نزدیک به دستگاه خلافت هستن این لباس رو میپوشن و بقیه مردم همون لباسهای معمولی عربی رو میپوشن. ما در ایران این لباس رو نداشتیم. این تحفه رو صفویه از جبل عامل لبنان وارد ایران کردند. یعنی این لباسی که تنه آخوندهای کسافته، اینها هیچ وقت وجود نداشته در ایران تا قبل از صفویه. برید مراجعه کنید به تمام کتابها. تصویرهایی که میبینید کشیدن، این تصویرها رو بعد کشیدند. اینها حرامزادگی هایی بوده که آخوندها بر ما کردند. ما بایستی نوروزمون رو، چهارشنبه سوریمون رو، سیزده بدرمون رو، تیرگان و مهرگان و جشن سدمون رو نگه داریم. پیام من به شما جوانان همینه. چیزهایی که مربوط به ماست نگه دارید. این دین میره از ایران، بهتون قول میدم. من این کار رو نکردم، خمینی این کار رو کرد. این آخوندها دارن ماهیت دین رو، رذالت دین رو به شماها نشون میدن. این آخوندها میگن الله به ما گفته که سر شماها رو ببریم.
این آخونده میگن الله به ما مأموریت این کارا رو داده. اگر میخواید بدونید که الله این کار کرده یا نکرده، تنها کاری که میکنید مراجعه بکنید به قرآن. هر قرآنی معنی فارسیشو، نه تفسیر فارسیشو. اعتقاد من اینه هر کسی قرآن رو تفسیر کرده هم به الله توهین کرده هم به محمد. چون معنی قرآن خیلی راحته، همینیست که هست، منتها انقدر خرابکاری توشه اومدن تفسیر درست کردن. اینایی که شما میفهمید این نیست، اینا که ما میفهمیم هست. بعدم اخیراً اومدن معجزه براش درست کردن. حالا هر کسی میخواد قبول کنه، من گرفتاری باهاش ندارم. گفتم امروز برنامه رو متفاوت میکنم با روزهای دیگه به دلیل نوروز. مقام نوروز برای من خیلی بالاست. نوروز یعنی سرقفلی ایران. نوروز یعنی من، یعنی تو. و این نوروزه که تو سر آخوند میزنه. برای چهارشنبه سوری اگر یادتون باشه، من چون حافظه تاریخیتون نمیخوام از بین بره و نمیخوام کاری بکنم که شماها ندونید. گروهی همون جوری که اون دفعه ها گفتم، همون حرفم عرض نمیشه، به نام گروه نادرشاه بزرگ با من تماس گرفتند که بله اگر به ما کمک بکنی ما در روز چهارشنبه سوری دولت رو سرنگون میکنیم. در زبان انگلیسی لغتی هست، اصطلاحی هست، میگه is too good to be true. میگه اینقدر خوبه که آدم باور نمیکنه راسته. منتها چیزی که برای مردم ایران توی این ماجرا کار خوبی بود اینه که به مردم ایران بگیم که شما میتونید گروه درست کنید. شما فکر نکنید که یعقوب لیس یه دونه بود و اومد و کارش انجام داد. نه، هزاران گروه درست شد و شکست خورد. اما فکر این که یه گروه دیگه میشه درست کرد، من کاری به این ندارم گروه نادرشاه اومد نیومد، شکست خورد نخورد. میدونم عکس ها و فیلم هایی که در اونجا گرفتن اون دو تا گروهی که این آخوند چیزها رو پاسدارها رو این برانور میدوندن تا بالاخره، من اینا که دارم میگم تا فیلمشو نگرفت ندیدم به شما نگفتم، این پاسدارها رفتن درخت آتیش زدن، رفتن شیشه ها رو شکستن. چون اینا حرفی نمی زدن، اینا فقط دشنام می دادن به سردمداران. این سد باید شکسته بشه. این اعتقاد منه، باز ممکنه درست نباشه، ممکنه من اشتباه بکنم، ولی من همون جوری که خودم فکر می کردم که سد تقدس باید شکسته بشه، همین جوری فکر میکنم که این فکری که تو مغز شما مردم کردن که حکومت دینی شکست ناپذیره، این سد باید شکسته بشه. اگر ما کسی رو داشتیم که همین چهارشنبه سوری رو اداره میکرد، چون شنبه سوری روزیست که ملت ایران میاد بیرون، صحبت میلیونیه، پاسدار رو نمیدونم اینا غلط میکنه، اصلا به خودش اجازه بده جلوی اینا وایسه. اگر ما کسی رو داشتیم این میلیون رو به هم پیوند میداد. من دشمن کسی نیستم، اما دوست ایرانم. اگر کسی بگه من رهبر تو هم، میخوام برم با آخونده صحبت بکنم که ایران رو نجات بدم، من به اون معتقد نیستم. شماها اگر میخواید باشید باشید.
تجربه من، کتاب‌هایی که خوندم، فیلم‌هایی که دیدم، در طول زمانی که زندگی کردم و همیشه درگیر این مسائل بودم، آخر تمام جابجایی‌ها یک کلاشینکوف، یک تانک. از 28 مرداد 32 که من خودم در جریان بودم تا به امروز که دارم زندگی میکنم. من عقیده شخصیمو میگم، نافرمانی مدنی یه حرف مفته، خط باید داد به نافرمانی مدنی. یک خانمی از ایران همون زمانها به من گفت آقای فاضلی این نافرمانی مدنی که شما میگی چیه؟ من بی چادر بیام بیرون؟ من با پاستار با گلدون از پشت بوم بزنم تو سر پاستار؟ من جایی را آتیش بزنم؟ من برم خودم رو آتیش بزنم؟ این نافرمانی مدنی چیه؟ از من میپرسیدن، من جوابی نداشتم بدم. من دنبال حرف قشنگ زدن نیستم. من مطمئنم اگر ما رهبری داشتیم این چهارشنبه سوری کار ایران تمام بود. احتیاجی به امریکا نداشتیم، احتیاجی به انگلیس نداشتیم، احتیاجی به نمیدونم فرانسه و عربستان سعودی و اینا نداشتیم. مردم بزرگترین لشکری هستند که وجود دارن. باید به یه نفر اطمینان کنن که اون یک نفر ایرانی پشتش وای میسن مثل سد سکندر. این کار سرمایه میخواد. کسی میتونه این کار رو بکنه که سرمایه داشته باشه. اگر ایرانی هایی باشن وطن پرست در بیرون که خیلی زیادن، ببینن یه کسی داره این کار رو میکنه، میان پشتش رو میگیرن. ولی از بس مال مردم رو خوردن دیگه کسی اعتماد نمیکنه. و حکومت توی مغز شما میکنه که اون حکومت شکست ناپذیره. این حکومت تمام این که اونی خودشو باد میکنه برای اینکه شماها رو بترسونه. بزرگترین دشمن حکومت اپوزیسیون نیست، مخالفین نیست، رهبران نیستن، شماهایید. شما مردمید. حکومت از شماها میترسه. اگر رهبری داشتیم که میتونست شماها را جمع بکنه، از او هم میترسید. ولی متاسفانه جای رهبر خالی است. در جاهایی که میشینین، چون میدونین آخوند همه جا خودشو تطبیق میده با زمان، آخوند مثل آب میمونه، تو بطری میره شکل بطری میشه، تو کاسه میره شکل کاسه میشه. شما چند تاتون تالا از محمد ابن عبدالله راجب نوروز روایت شنیدید؟ حتما خیلی از شما. محمد ابن عبدالله اصلا نمیدونست نوروز چیه. محمد ابن عبدالله در عربستان به دنیا آمده بود. دانشش به اندازه مردم عربستان بود، به اضافه چند تا کتابی که خونده بود. حالا شماها میگین من دروغ میگم، دروغ میگم، ولی حرفهایی که از زبان محمد ابن عبدالله توی این کتاب زده شده، داستانهایی که آورده شده، بعضیاش داستان کامل توراته، بعضیاش داستان ناقص توراته، بعضیاش داستان کامله که در انجیل نوشته شده، بعضیاش داستان ناقصه. محمد ابن عبدالله راجع به نوروز چیزی نمیدونست. هر روایتی که از محمد ابن عبدالله
راجع به نوروز میگن دروغ میگن. باور نمی کنید؟ برید یه مقداری کتاب بخونید. یک این چیزاییست که من گذاشته بودم خیلی وقت پیش بر من اومده ولی گذاشته بودم روز نوروز براتون بخونم. میگه بسم الله الرحمن الرحیم خ الف الف خداوند اکبر دزده را آفرید. این به سبک قرآن داره میگه. تفسیر المیزان: همانا ما همه موجودی آفریدیم، آیا ندیدید که قوم ایران را که چون سرکش و زیاد خواه شدند و ما آنها را به عذاب دردناک گرفتار کردیم و موجودی همانند انتر بر آنها مسلط کردیم. ما انتری نژاد را فرستادیم تا عبرتی برای همجنس گرایان باشد تا در زمان عمل منکر عمل منکر خود او را به یاد آورند. خیلی بزرگ نوشته این میلاد. باشد که پشیمان شوند و نیز آنها را در زیر آب غرق کردیم و اکبر کوسه را بر آنها برتری دادیم. همانا از فاضلی دوری کنید، گوشهای خود را بگیرید، مبادا حرفهای او را بشنوید، اگر چنین کردید چشمهایتان باز شود و خود را عریان میبینید و از بهشت رانده میشوید، مثل آدم و حوا که سیب دانش را خوردن یا از درخت دانش خوردند. همانا او دشمنی بزرگ برای علی شیره‌ای خداوند آسمان ها و زمین است. هر جا فاضلی را یافتید به قتل برسانید و از شهرش برهانید که فتنه او بزرگتر از جنگ است. اگر از زنان شما با چند مرد نزدیکی کند، فرزندانی گرانمایه همچون امامان شما پدید خواهد آمد و با ستمکاری چون فاضلی مبارزه خواهند کرد. بپرهیزید از مداخله در امور علی شیره‌ای که او همچون علی علیه السلام به عدالت اموال قارتی شما را بین فلسطینیان تقسیم می کند. آیا ندیدید به او قدرتی دادیم که هر وقت بخواهد از قطار بیرون بجهد و نماز خود را ادا کند؟ اما مشرکان باز هم ایمان نمی آورند. اما اخلاص او را در شب عروسی فرزندش یافتیم، آنگه که در حالی که او با خبر نبود پریانی به مهمانی او فرستادیم تا قضا به او نرسد و دیدید که او مهمانان را بر خود ترجیح داد و شب را گرسنه سر بر زمین نهاد. همانا خدا با بندگان خالصش است. کار به اینجاها کشیده که جوانان ایران به زبان پارسی آیه نازل می کنند، به جای خدا می شینند. اون چیزیست که من می خواستم. من به هدفم رسیدم، من اگه فردا مردم مردم. اون چیزی که دنبالش بودم بهش رسیدم. هر کسی هر کاری میکنه یه هدفی داره. نظیر این من زیاد میبینم. من از خدا شکایت دارم، از خدا شکایت دارم که چرا منو دوست نداره، دوست نداره به درک، چرا هوامو نداره. از خدا شکایت دارم که چرا منو تو غم و درد کرده، غم و دردش به درک، چرا اینا رو حقم کرده. از خدا شکایت دارم که چرا منو اسیر خرافات خودش کرده، خرافاتش به درک، چرا جهنم و زمیمش کرده. از خدا شکایت دارم که چرا انقدر تبعیض کرده، تبعیض کرده به درک، چرا انکار کرده.
برای اینکه الله ماکر المکارینه. از خدا شکایت دارم که چرا یه عده رو آزاد آفریده، اونا آزادن به درک، چرا منو تو بند کرده؟ از خدا شکایت دارم که چرا منو بی عشق گذاشته، بی عشقی به درک، چرا هلاکم کرده؟ از خدا شکایت دارم که چرا یکی غرق بوسه کرده، اونا غرق بوسن، منو چرا تو حسرت لب کرده. این جوونه دنبال لبه. از خدا شکایت دارم که چرا یه عده رو غرق نعمت کرده، به اونا داده، به من چه؟ چرا منو آسپاس کرده؟ از خدا شکایت دارم که چرا منو نشناخته اینجوریم کرده؟ حالا کاریه که کرده، چرا بعد درستم نکرده؟ از خدا شکایت دارم که چرا خدایی کرده؟ خدایی بلد نیست به درک، چرا اعتراف نکرده؟ ببینید راحت داره حرف شیم زنه. 30 سال پیش میترسید سنگ بشه، ولی امروز راحت داره حرفشو میزنه. از خدا شکایت دارم که چرا اینقدر کرده، حالا کرده به درک، چرا مجانی کرده؟ دوباره معجزه آب و آفتاب و زمین، شکوه جادوی رنگین کمان فروردین. این یکی دیگه است، ببخشید. من دیدم این زیرش امضا داره، نوشته این شعر از درویش تبریزی به درویش مستان رضا فاضلی تقدیم شد. راحت آسوده. خدایی بر ما ساختن، هر پیغمبری اومد، اگه هر چی میگفت باور کسی نمیکرد. گفت برو بابا کشک تو بساب، تو پیروز چپونی میکردی. بعد مجبور شد یه خدا بسازه. یعنی من نمیگم، این حرف انیشتنه. اگه خواستی فردا، یعنی دوشنبه میارم براتون میخونم قشنگ. اصلا یکتایی معنی نداره. شما میگه الله یکتا، الله خودش میگه من دوتام، میگه من ستام، میگه من چهارتام. الله میگه من یهوه هستم، اون وقت اسمم یهوه بوده، حالا اسمم اللهه. من پدر آسمانی که حواریون مسیح ساختن هستم، اون وقت اسمم پدر آسمانی بوده، حالا اللهه. ببینید اصلا یکتایی معنی نداره. خود محمد میاد میگه که قولوا لا اله الا الله تفلحوا، بگو هیچ خدایی نیست به جز الله، هیچ الهی نیست به جز الله. ال مثل تو انگلیسی که میگن the THE، ال به عربی این معنی رو میده، حرف تعریفه. میاد سر اله میشه ال اله، این دوتا ادغام میشه تو هم دیگه، تشدید میره بالاش میشه الله. لا اله الا ال اله. اله چیه؟ اله یعنی خدا. اله چیه؟ یعنی خدای زن؟ پس خدا زن و مردم داره؟ الوهیم چیه؟ یک اسم دیگه یهوه است. برید دنبال همین یه لغت الله و اله و الوهیم و الهه در زبانهای آرامی، آشوری و سومری و اکدی و فنیقی، برید ببینید معنی اینا چیه. اما در 1400 سال پیش که بایستی اللهی ساخته میشد، ساخته شد، رفت تو آسمون، طبقه هشتم عرشش درست کرد،
6 روز زمین درست کرد، خسته نشد و چون خسته نشد رفت عرش رو درست کرد. بعدم قصه های دیگه. محمد نمیتونست بگه اینا رو من میگم و الا شما بیا فکر کن راجع به روز 11 من از کسانی که تیکه های برنامه منو در میارن و روی یوتیوب میذارن بسیار سپاسگزارم. اصلا به شما ها مدیونم. نمیدونم چجوری این دین رو ادا کنم ولی سپاسگزارتونم. از روی یوتیوب یک کسی برای من ایمیل کرده بود که روز 11 راجع به تلسکوپ هابل، که تلسکوپ هابل 16 متر طول داره، 4 متر قطر داره، آینه‌ای داره به قطر 2 متر و از 11 میلیارد سال نوری زمین عکس میگیره. این رو برام فرستاده بود. حالا بیان دوستان فکر کنید همه ی حرفایی که محمد زده درسته، کسی هم گرفتاری نداره باش. آیا این کتاب اگه بخونید، حرفای من از تو این کتابه، آیا این اللهی که این همه مسئولیت داره، چون میگه تو خود همین کتاب، یا دروغه یا راسته؟ میگه زمین و آسمانها و هرچی بین اونها بود در 6 روز خلق کردیم. خب اگر تازیان عقلشون نمی رسید آسمان ها چقدره، ما که عقلمون می رسه که آسمان هایی وجود نداره، کهکشان ها وجود داره و دوری این، یعنی قطر رو اگه در نظر بگیری 50 میلیارد سال نوریه از اون تبعیده، این اون اندازه ایش که ما می تونیم ببینیم الان. تازه هرچی علم جلوتر بره، این کره مجوف که این کره ها توشه هر روز زیادتر دیده میشه. ما هنوز نقطه انفجار رو نمیتونیم حدس بزنیم. خب این الله گفته که زمین و آسمان ها و هرچی بینشه من در 6 روز آفریدم. به همه اینا باید رسیدگی بکنه، چون خودش آفریده دیگه. شما یه بچه داری، ببین چه پدر در میاد بزرگش کنی. الله اگر راست گفت، اگر دروغ گفته ما با دروغش کاری نداریم. اگر راست گفته در 1400 سال پیش همه کاراشو گذاشته کنار، اومده ببینه این عربا که دارن با هم جنگ میکنن که مال هم دیگر رو بخورن، ملائکه هاشو فرستاده به کمک اینا که اینا شکست بخورن، بعد ملائکه ها در رفتن، بعد اینا شکست خوردن. ماریه قبطیه رو حضرت خوشش اومده، یخش گرفته خوابیده بغلش، حفصه اومده دیده با عایشه گفته، اون الله کارشو ول کرده اومده گفته آی به پیغمبر من از این حرفا نزن، اینا من دختر باکره واسش میفرستم. آب ببینین این قرآن داره میگه، این دیگه حدیث نیست. وقتی از دخترمش خوشش میاد، زینب بنت جحش، الله فرمان میدند دخترمت، دختر خالت، دختر عموت، دختر دایید به تو حلاله. یه وقت پایین تنت ناراحت نشان، گور پدر همه این کهکشان ها، من حواسم فقط اینجاست که پایین تنه ای تو ناراحت نشی. خواهید باور کنید بکنید. باور کنید. من گرفتاری با شما ندارم.
شماها با من گرفتاری دارید که چرا من اینا رو میفهمم. نوروز است، کمی هم شادی باید کرد. بر چهره گل نسیم نوروز خوش است، در زیر چمن روی دل افروز خوش است. از دی که گذشت هرچه گویی خوش نیست، از دی که گذشت هرچه گویی خوش نیست. خوش باش و ز دی مگو که امروز خوش است. این چند تا شعر رو من براتون نگه داشتم که روزهای نوروزی براتون بخونم. درخت اون چه برآورد و بلبلان مستند، جهان جوان شد و یاران به عیش بنشستند. کسان که در رمضان چنگ و نی شکستندی، نسیم گل بشنیدند و توبه بشکستند. مال سعدیه. بساط سبزه لگدکوب شد به پای نشاط، سبس که عارف و عامی به رقص برجستند. به در نمی رود از خانه، به در نمی رود از خانقه یکی هوشیار، از این خانقه یک نفر هوشیار بیرون نمیره که پیش شحنه بگوید که صوفیان مستند. از خیام هرچی بگم کم گفتم. این بزرگان ما راجع به این حرفا زیاد برای ما گذاشتند ولی ما توجه نمی کنیم. گرفتاری ما اینه که هر چیزی راجع به عقل و خرد باشه به دنبالش نمیریم. گرفتاری ما اینه که خرافات رو راحت قبول میکنیم، ولی اون کسی که میخواد نفهمه میگه آقا از کجا میدونی هابل 16 متره؟ یک شخصی دولا شده بود سر رودخونه آب میخورد. یه نفر اونجا رد میشد، گفت آقا اونجوری آب نخور. گفت چطور میشه؟ گفت فهمت کور میشه. گفت چیچیم کور میشه؟ گفت فهمت کور میشه. گفت فهم چیه؟ گفت ببخشید معذرت میخوام، من متوجه نبودم، بخور. این مسئله رو من زیاد برای شما میزنم. عربی که خرما میخورد، هر چقدر بگم کم گفتم. شبی که شم خرید هی خرماها رو وا کرد، دید خرماها کرموه، خرافاته. رفت خرماها رو پس داد. نه شم خاموش کرد. نمیدونم چرا. باز این گفته ای که میگم گفته ای انشتنه. مردم چیزهایی رو که خرد، عقل، فکر، محاسبه، علم توشه سختشونه باور کنن. هزار دلیل و مدرک میخوان. اما بگو محمد سوار الاغ شد رفت طبقه هفتم، همه باور میکنن. بگو عیسی رو آب را میرفت، همه باور میکنن. عیسی دستش رو گذاشت مرده زنده شد، همه باور میکنن. موسی زد به آب، آب شق شد، 200 کیلومتر آب واز شد، 200 مایل اونجا. اینا همه اومدن، این 3 میلیون مثل برق از اینجا اومدن با دورتون، همه باور میکنن. 40 سال توی بیابون دور میزد، من از آسمون می افتاد، اینا می خوردن همه. ببینید اینا رو باور می کنند. اما یه مسئله علمی که می خواهی بگی 100 تا دلیل و برهان باید بیاری. بهتون گفتم یارو میگه که من اگه قرآن بخونم دینم از دست میدم.
باور کنید این یه خانومی به من گفت. یه خانومی دیگه تلفن کرد گفت آقا این همه کتابی که تو میگی این کتابا رو کی نوشته؟ گفتم حضرت محمد ابن عبدالله علیه السلام صلی الله علیه و آله و سلم. چی بهش بگم؟ از کجا معلومه درست نوشته؟ طبری کی بوده؟ مگه تو اونجا بودی؟ خودش همه خرافات اسلام و بلده. من یه چی که تاریخ طبری که مال 150 سال بعد از محمده میخونم میگه مگه تو اونجا بودی؟ اما او بوده. ما مردم حرف علمی رو قبول نمی کنیم. ما گرفتاری داریم. ببینید دوستان عزیز، چجور من براتون بگم، اصلا فراموش کنیم اینا رو. نوروز رو پاس بداریم، نوروز رو نگه داریم، نوروز رو کسی نمیتونه از ما بگیره. یکی از این نوروزها، یکی از این چهارشنبه سوریا، یکی از این سیزده به درها، مملکت ما آزاد میشه و شما مردم آزاد میشید. فرق نمی کنه چقدر پول داری یا چقدر گدا هستی، توی زندان داری زندگی میکنی. فردای پاسدار میتونه به دختر تجاوز کنه و تو هیچ غلطی نمیتونی بکنی. حرف من حرف آزادیه. لغت آزادی رو هیچ کجاش به هم دیگه نچسبیده. آش سواس، الفش سواس، زیش سواس، نقطش سواس، همش سوا سوا از همه. استبداد تو هم دیگه چپیده. تو گرفتار استبدادی. تو با خودت گرفتاری داری. میخوای دفاع کنی از اون، دفاع بکن. من اونچه شرط بلاغ است با تو میگویم، تو خواه از سخنم پند گیر و خواه ملال. منم اشتباه زیاد میکنم. رفته بودم یه مقداری دستبند فروهه رو، نمیدونم گردنبند فروهه رو اینا گرفته بودم، گفته بودم ایده میخرید شما. اونم رو دستم موند. تا دوشنبه صبح، خرد نگهدار شما. نوروزتون پیروز، همراه با شادی، تندرستی و بخت بلند. تا دوشنبه صبح، خرد نگهدار شما باد. آنقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم.